سرانجام پایان رای گیری و شمارش آرای 14 دوره ریاست جمهوری ایران. دقایق پیش سخنگوی ستاد انتخاباتی کل کشور اعلام کرد که آقایان، پزشکیان و جلیلی به مرحله دوم میرن و بعد از تایید شورای نگهبان مرحله دوم و دوباره مرحله تبلیغات هر یک از کاندیدها آغاز میشه و هیچ کدام از کاندیدها نتونستن آرای مقبوله برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایران رو کسب کنن، در نتیجه وارد مرحله دوم میشن، چه بسا در اونجا بتونن آرای کافی رو به دست بیارن و بتونن به عنوان رئیس جمهور آینده ایران ایفای نقش کنن. همونجور هم که حتما اطلاع دارید، الان آقای مسعود پزشکیان اول، آقای سعید جلیلی دوم و آقای محمد باقر قالیباف سوم و مصطفی پور محمد در رتبه چهارم قرار داره و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی میفته و منتظر باشیم و دوباره روند انتخابات یک هفته دیگه تمدید شد و 15 تیر ماه ارجاع داده شد و منتظر هستیم تا 15 تکلیف رئیس جمهور آینده ایران مشخص بشه. اول با هم دیگه بشنویم صحبت‌های سخنگوی ستاد کل انتخابات کشور رو، برگردیم با هم دیگه ادامه ماجرا رو بررسی می‌کنیم. سلام خدمت بینندگان عزیز، همکاران خوب، رسانه‌های محترم. خب من بر اساس آخرین آماری که به ستاد انتخابات کشور واسط شده قرائت میکنم، تعداد کل شعب در کشور 58640 شعبه، تعداد کل شهرستان 482 شهرستان، تعداد کل برگ های رأی مأخوذه 24,535,185 رأی. بدین ترتیب جناب آقای مسعود پزشکیان با 10,415,991 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 9,473,298 رأی، جناب آقای محمد باقر قالیباف با 3,383,340 رأی و جناب آقای مصطفی پور محمدی با 206,397 رأی. مجموع آرایی است که در انتخابات 14 ریاست جمهوری از کلیه حوزه‌های انتخابی به ستاد انتخابات کشور اعلام شده، تجمیع شده. خب این آمار برای شورای نگهبان ارسال میشه. تایید صحت انتخابات به عهده شورای نگهبان هست. بر اساس قانون به موجب ماده اصل 117 قانون اساسی و همینطور مواد قانونی انتخابات ریاست جمهوری، حتما یکی از هیچ کدوم از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به دست بیارند. بدین ترتیب نفر اول و نفر دوم به عنوان بالاترین آرای به حال این دوره معرفی خواهند شد به شورای نگهبان و بر اساس قانون جمعه بعدی بعد از انتخابات مرحله اول، بر اساس قانون به عنوان زمان برگزاری مرحله دوم تعیین میشه که خب 15 تیر خواهد بود، البته بعد از تایید صحت شورای نگهبان. من تشکر میکنم از همه کسانی که در این انتخابات ستاد انتخابات کشور، وزارت کشور رو یاری کرد. البته همونجور که پیش بینی میشد و انتظار هم میرفت، آقایان جلیلی و پزشکیان دو کاندیدی بودن که توی این دوره از مناظرات ریاست جمهوری حرف و حدیث ها در خصوصشون این بود که بیشترین آرا رو به خودشون کسب میکنن و اختصاص میدن. همراه با این دو کاندید محمد باقر قالیباف هم اضافه شد که نتونست پایاپای با مسعود پزشکیان و سعید جلیلی پیش بیاد و در نهایت دو کاندید به مرحله بعدی رفتن. توی روزهای آینده به نظر میرسه و از فردا دوباره تبلیغات هر یک از کاندیدها شروع میشه، میتونن با هم دیگه مناظره های رو در رو و دو به دو انجام بدن و چه بسا به نظر میرسه مناظره دو به دو ممکنه جنجالی تر و پرحاشیه تر باشه و به نظر میرسه که این دفعه دیگه مشخص خواهد شد که چه شخصی به عنوان رئیس جمهور آینده ایران انتخاب خواهد شد و مناظرات تکمیل کننده هستند و دوباره مردم مشارکتشون رو در 15 تیر ماه نشون میدن که
کدوم کاندید رو قراره حمایت کنن و همونجور هم که دیدید به نظر اختلاف کمتر از 1,000,000 بین آقایان پزشکیان و جلیلی توی این دوره وجود داشت و در آینده مشخص خواهد شد که صحبت‌هاشون به چگونه هست، به کجاها سفر میکنن و توی یک هفته‌ای که فرصت دارن چجوری واسه خودشون تبلیغات انجام میدن. و الان با هم دیگه میخوایم بشنویم صحبت‌های مهم و کلیدی رضا رشیدپور در دقایقی پیش از اعلام نتیجه. و میدونید که فعالیتش هم زیاد شده و مخصوصا که از دیشب تا به الان هم بیدار مونده بود رضا رشیدپور، یکی از مجریهای خوب کشورمون، و صحبت‌هایی رو هم در همین خصوص و واکنش‌های جنجالی نشون داد. و بهتره با هم دیگه صحبت‌هاشو بشنویم، برگردیم ادامه ماجرا رو ببینیم. تشتابی همین واژه‌ها و همین کلماتی که در ادبیات آقای جلیلی بود یک تابلوی گفتمانی ساخته شده و من شب‌های مکرری که در همین میز ایران توییتر یا ایران من تو با طرفداران آقای جلیلی صحبت می‌کردم می‌دیدم که مو به مو واژه‌های گفتمانی آقای جلیلی رو دارن تکرار می‌کنن، به یک جهان فرصت، به یک ایران جهش، یا نمیدونم تو بودی اون شب دور میز ایران یا نه، یک کدومشون با قدرت میگفت که اصلا دولت ظهور رو آقای جلیلی داره تشکیل میده و ما اصلا برامون مبانی عددی و اقتصادی و نمیدونم این حرفایی که شما میزنین در اولویت دوم، ما دنبال ایدئولوژی ظهور هستیم. حالا چه من بپسندم چه نپسندم، اون کاندیدا در طراحی گفتمان جذاب برای اون طیف کاملا تونسته موفق عمل بکنه و اینجا صحنه بررسی حرفه‌ای ماجراست. حالا اینکه اون گفتمان برای آینده خوب هست یا نیست اون یه بحث دیگریه، اما اینکه خب تونستن بسیار موفق شبکه سازی بکنند. و در هر صورت عرض کردم در ابتدای حضورم در اتاق که یک پدیده است دیگه، باید بپذیریم که پدیده آقای جلیلی است، ضد پدیده آقای قالیباف، و آقای پزشکیان هم همونیه که توقع میرفت، شاید جلوتر از کمپین در جذب رأی، اما کمپینش هم کمپین ناموفقی حداقل به جهت اکت یک هفته ای نبود. نه درسته، حالا این پدیده انتخاباتی که میگیم آقای جلیلی، این نبودی که توی یه هفته 10 روز 20 روز بشه پدیده، واقعا مدت هاست که دارن کار میکنن، از هم نپاشیدن، تداوم دارن. اتفاقا کار انتخاباتیشون بیشتر از بقیه بوده، برای مجلس کار کردن، آقای قالیباف هم همینطور، ولی